بچه ها صدای منو دارید؟ تصویر دارید؟ بچه ها صدا و تصویر منو دارید یا نه؟ سلام صوت روشنه کولرتون خامه است دوری؟ بله بله با اجازه دارم سلام خوبه کنم از اینجا هست خوبه شما؟ نامش به خودم نام خودتونه؟ بله مامان اینا مرسی بچه ها گوجه ای چرا جواب سوالای منو نمیدید؟ خیلی از اونجایی که جواب سوالای من رو نمیدی منم درس جدید رو میدم و این مسئله ها رو برای شما حل نمیکنم. برای تو امتحان میدم. یاد بگیرید که جواب معلمتون رو زود بدید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. گفتار آخر رو بچه‌ها میخواییم درس بدیم امروز. گفتار آخر برمیگرده به پروتئین ها. واحد سازنده پروتئین ها. قبلا بلد بودیم آمینو اسید. بخوام حالا ببینیم یه آمینو اسید از چی تشکیل شده. بچه‌ها هر آمینو اسید از یک کربن مرکزی که بهش کربن آلفا هم میگن. حالا کتاب شما آلفاشو نگفته. گفته کربن مرکزی تشکیل شده. این کربن 4 تا پیوند برقرار میکنه. یکی از پیوندهاش رو با گروه آمین
نگاه کنید بچه گروه آمین انهاش دوه، نگاه کنید اینجوری نشونش میدیم. یکی از کربن ها، یکی از پیوند هاشو با هیدروژن و پیوند بعدی رو با کربوکسیل بچه ها برقرار میکنه و این در انواع آمینو اسید ها یکسانه، یعنی همه آمینو اسید ها این حالت رو دار، این پیوند ها رو دار. اما پیوند چهارمش که باعث تفاوت بین آمینو اسید ها میشه متفاوته، یعنی میتونه با متیل باشه، میتونه با هیدروژن باشه و همینه که باعث میشه که ما در طبیعت حالا بیشتر از 20 نوع آمینو اسید داریم، ولی 20 نوع آمینو اسید در ساختار پروتئین های موجودات زنده شرکت میکنه. این بخش آمینیش هست بچه ها. NH2 گروه آمینه و این هم کربوکسیله که این شکلی هم نشونش میدن، حواستون باشه. کربوکسیل اسیدیه و این هم که گروه آمینیه، برای همین اسمش میشه آمینو اسید. درست شد؟ پس آمینو اسید ها یه بعد اسیدی دارن، یه بعد آمینی دارن. تنها تفاوت بین انواع آمینو اسید ها ویژگی های گروه آر هست. خب اما آمینو اسید ها قبلن هم بلد بودید، آمینو اسید ها با پیوند های پپتیدی به هم دیگه چی میشن؟ متصل میشن. میخوایم ببینیم این پیوند پپتیدی چجوره شکل میگیره. خب من یه آمینو اسید میکشم، با هم مرور میکنیم. یه کربن آلفا داریم، آلفاشو کوچولو میذارم، یه طرف به هیدروژن، یه طرف NH2، یه طرف کربوکسیل. این کربوکسیل بچه. خب حالا یه این آرش مثلا اینجا من یه آر می نویسم، یه آمینو اسید مثلا با یه رنگ دیگه، چون میخوام بگم یه آمینو اسید دیگه است. خب دوباره همینجور می نویسم، کربن آلفاش، هیدروژنش، NH2. به NH2 رو اینطوری نشون میدن، اینطوری هم نشون میدن، فرق نمی کنه که. و اینم گروه کربوکسیل. خب اینم آرش. بچه ها هیدروژن گروه آمین، خوب دقت کن، هیدروژن گروه آمین با OH کربوکسیل با هم دیگه تشکیل یک مولکول آب رو میدن. درست شد؟ و در واقع بلند میشن که بین کربن و نیتروژن بتونه یه پیوندی برقرار بشه. شکلشو پایین براتون میکشم. کربن آلفا، هیدروژن، NH2، اینم کربوکسید، اینم آر. اون یکی هم میکشیم بچه ها. این پیوند اسمش پیوند پپتیدی هست، پس به این میگیم پیوند پپتیدی. بچه پیوند پپتیدی بین نیتروژن آمین و کربن کربوکسیل یک پیوند کووالانسی که تشکیل میشه. اگر قرار باشه این پیوند شکسته بشه، دوباره باید یک مولکول آب مصرف بشه، یعنی از واکنش سنتز آبدهی و برای شکستنش از واکنش کربوکسیل داره بخش هیدرولیز داره استفاده میکنه. خب کتاب درسی رو باز میکنیم. صفحه ای بابا حالا من این کتاب انت فرق نمی کنه بچه ها، ولی چون می دونم توی تست حالا شروع کنن اینا رو نکتش کنن، بذارید من آر رو بالا بنویسم اینجا، چه فرق البته نمی کنه که بعد نگید خانم منصوری چی شد چی نشد. این آر هیدروژن، هیدروژن
R. اینم هیدروژن هیدروژن. خیلی این از در واقع درس جدیدمون. بیایم با هم دیگه از روی کتاب صفحه 15 رو بچه ها بیارید. صفحه 15 این موبایله باز از اون هاست که آوکی شد. خب این تو این شکل هم من بالا بنویسم. البته میگم بچه ها فرق نمی کنه، ولی یه موقع اگر دیدید تست اشکال داشت یا حالا گیر داده بود بلد بشید آن رو بالا بنویسید. ولی چیزی که مثلا مهمه اینه که هیدروژن آمین کنار آر باشه، کنار هیدروژن نباشه. از لحاظ پایداری ساختارها این نکتهش مهمه. خب صفحه چند؟ صفحه 15. علاوه بر دناورانا که دریافت ذخیره و انتقال اطلاعات را بر عهده دارند، مولکول‌های دیگری نیز هستند که به انجام فرآیندهای مختلف یافته کمک می‌کنند. از جمله این مولکول‌ها پروتئین‌ها هستند که نقش بسیار مهمی در فرآیندهای یافته‌ای دارند. ساختار آمینو اسیدها. پروتئین‌ها بسپارهایی از آمینو اسیدها هستند. نوع 1، نوع 2، ترتیب 3 و تعداد آمینو اسیدها یه 4 تکرار هم بچه‌ها اینجا اضافه کنید. اینجای کتابتون یه تکرار هم اضافه کنید. ببین داره میگه نوع، ترتیب و تعداد آمینو اسیدها، یه تکرار هم بچه‌ها چیکار کنید؟ اضافه کنید. در پروتئین‌ها ساختار و عمل آنها را مشخص می‌کنند. پس بچه‌ها چون تنوع آمینو اسیدها 20 نوعه، در واقع اینکه توی پروتئین کدوم یک از اینا قرار بگیره، به چه تعداد قرار بگیره، به چه ترتیب قرار بگیره، از هر آمینو اسید چند بار تکرار در واقع اتفاق می‌افته، اینا همه باعث میشه که یه پروتئین نسبت به یه پروتئین دیگه متفاوت باشه. آمینو اسیدها همونطور که از نامشان برمی‌آید، یک گروه آمین یعنی NH2 و یک گروه اسیدی کربوکسیل یعنی COOH دارند. همونطور که در شکل زیر می‌بینید، گروه آمین و کربوکسیل به همراه یک هیدروژن و گروه R همگی به یک کربن مرکزی متصلن و 4 ظرفیت آن را پر میکنن. حالا آر چیه بچه؟ گروه آر در آمینو اسیدهای مختلف متفاوت است و ویژگی های منحصر به فرد هر آمینو اسید به آن بستگی داره. مثلا میگم بچه ها بعضی ها آرشون بار الکتریکی مثبت داره، باعث میشه که آمینو اسید ما داره بار الکتریکی مثبت بشه. بعضی ها بار الکتریکی منفی داره، باعث میشه که آمینو اسید ما بار الکتریکی منفی پیدا کنه. بعضی از آرها آب گریزن، بعضی از آرها آب دوستن. پس اینا ویژگی های آره که به آمینو اسید میده. حالا بسته به این که از اون آمینو اسید چند تا تو اون پروتئین دارید، اون پروتئینمون هم اون ویژگی رو پیدا میکنه. مثلا در رابطه با هیستون ها تو زیست 11 اگه یادتون باشه بچه ها، بار الکتریک هیستون ها مثبته، پس معلومه که آمینو اسید هایی که در شکل گیری این پروتئین ها نقش دارن بیشتر آمینو اسید هایی بودن که نمیگیم فقط بیشتر آمینو اسید هایی بودن که گروه های آرشون داره بار الکتریک مثبت بوده. هر آمینو اسید میتواند در شکل دهی پروتئین مؤثر باشد و تأثیر آن، یعنی اینکه این پروتئینتون چه ویژگی داشته باشه، به ماهیت شیمیایی گروه آر بستگی داره. بچه یه بیشتر بدانم اینجا داره. خب اصلا بیشتر بدانه تو کنکور نمیاد، ولی بد نیست که یه اطلاعاتی برای خودمون داشته باشه. این آمینو اسید گلایسینه. بچه وقتی به گروه آرش نگاه میکنید میبینید فقط از هیدروژن تشکیل شده. این CH3 آمینو اسید آلانینه، این یکی سرینه. من فعلا با اینا کاری ندارم. این نگاه کنید یه حلقه فنولی داره، برای همین بهش میگم فنیل آلانین یا حلقه آروماتیک داره و این گوگرد داره، بهش میگیم میتیونین. پس اینو بلد باشید. ساده تره آمینو اسید گلایسین، اینی که حلقه فنول داره بهش میگیم فنیل آلانین، و اونی که گوگرد داره بهش میگیم میتیونین.
این در واقع اگه اینو نداشت فقط سی هاش سه بود میشد آلانین. حالا به جای یه هیدروژن بهش فنول اضافه شده شده فنیل آلانین. خب پس این بیشتر بدانده هم سه تا آمینو اسید ها رو بلد بشید. پیوند پپتیدی آمینو اسید ها رو به یکدیگر متصل میکنه. آمینو اسید های مختلف با حضور آنزیم، بچه اینجا بالای آنزیمه بنویسید RRNA. پس آنزیمی که باعث سنتز پیوند پپتیدی می شود اسمش هست RRNA یا رناتنی یا ریبوزومال RNA، یعنی RNA هایی هستن که در ساختار ریبوزوم شرکت میکنن و این علاوه بر اینکه نقش ساختاری دارن نقش عملکردی هم دارن، به عنوان آنزیم دارن استفاده میشن. پس بچه ها اگر به من بگه همه آنزیم ها پروتئینی هستند غلطه. الان من دارم یه آنزیمی به شما یاد میدم که از جنس ریبونوکلوتیده، یعنی آمینو اسید مونومرش نیست. در این نوع واکنش با خروج یک مولکول آب، یک آمینو اسید با آمینو اسید یا رشته آمینو اسید دیگر پیوند اشتراکی یا کووالنسی ایجاد می کند. این پیوند اشتراکی بین آمینو اسیدها را پیوند پپتیدی می گویند. خب صفحه بعد رو بیارید بچه ها. تو شکل صفحه بعد سه تا آمینو اسید رو با سه رنگ سبز، زرد و نارنجی داره نشون میده. میخواد بگه اینا سه نوع مختلفن، R1، R2، R3. یعنی بچه دارید میبینید که در واقع گروه های آرشون مثلا متفاوته، پس سه نوع مختلفن. بعد اوهاش کربوکسیل، خب اوهاش کربوکسیل نگاه کنید، با هیدروژن آمین وارد پیوند شده، این پایین پیوند برقرار شده، اسم پیوند رو اون پایین فلش زده، نوشته پیوند پپتیدی. خب وقتی تعدادی آمینو اسیدها با پیوند پپتیدی به هم وصل میشوند، زنجیره از آمینو اسیدها به نام پلی پپتید را تشکیل میدهند. پروتئین ها ممکن از یک یا چند زنجیره بلند و بدون انشعاب یا بدون شاخه شکل گرفته باشند. هر نوع پروتئین ترتیب خاصی از آمینو اسیدها را دارد که با استفاده از روش های شیمیایی آمینو اسیدها را جدا و آنها را شناسایی می کنند. اگرچه آمینو اسیدها در طبیعت انواع گوناگونی دارند، اما فقط 20 نوع از آنها در ساختار پروتئین ها شرکت دارند. پس گفتم آمینو اسیدها تو طبیعت بیشتر از 20 نوع، اما 20 نوعش در ساختار در واقع پروتئین های موجودات زنده شرکت. خب من عکس این رو هم بگیرم. بیاین بچه ها یعنی میخواییم جزوه بنویسید، بتونید بنویسید ببینم سوال های من چجور جواب داد. اول به صورت دایره صاف میشه، یک نقطه آغاز داریم، از اون یک نقطه آغاز از دو جهت شروع به همانند سازی میشه. توی این نقطه آغاز دو تا دو راهی همانند سازی داریم و فقط یک نقطه پایان داریم. نقطه پایان دقیقا رو برای نقطه آغازه و همین دیگه، همانند سازی هم دو جهتی. من کی گفتم که دایره باز میشه، به صورت یه دایره باز در میاد. Thank you.
منطقه مورد نظرم فقط تو اون موزه باز میشه، نه اینکه کلش به شکل باز در میاد. من وقتی شکل رو میکشتم گفتم برای راحتی دارم این کارو میکنم، وگرنه هم حباب موزهیه، یعنی همینجور که پیشروی میکنه حباب دوباره بسته میشه میره تو منطقه جلوتر که همان اندازه نکرده حباب دوباره باز میشه، به اضافه اینکه پیچ و تاب هم همینطوره. پس به صورت موزهی با پیشروی آنزیم باز میشه، پشت سر آنزیم که کار همان اندازه تموم شد داره تشکیل میشه. ساختار اول رو یاد گرفتی؟ بد نیست که بدونید مثلا فرض کنید این سیمی که دست منه یک رشته پروتئینی و یه دونه های مرواریدی توش داره که نام اینا اسیدان. خب حالا ببینید اگه این خطی باشه داخل سلول جاش نمیشه که، بعد ناپایداره، یعنی دوست داره پیچ و تاب بخوره و یه شکل سبودی درش ایجاد میشه. خوب دقت کنید ببینید چه شکلی میشه. در واقع میان اینا شروع میکنه، ماجیکر من گذاشتم که مارپیچ هم خوب در بیاد. خب این رشته این الان نسبت به قبلش کوتاه‌تر شد دیگه، میگیم به چه شکلی در اومد؟ میگید به شکل مارپیچ در اومد. بچه این میشه ساختار دوم پروتئین. حالا چون این تو سلول تکون تکون میخوره امکان چی شدنش هست؟ بگید اخوان منظوری میتونه زود باز بشه. آها پس باید یه پیوندایی باشه که اینو ثابت نگه داره، یا به عبارتی میگیم که باعث بشه که ساختار دوم به هم نخوره. برای همین بچه ها اتفاقی که میفته اینه، بینه نگاه کنید مثلا این پیچ تا این پیش یه حالت ستون میخواد اینا به هم وصل بشه، پیوندهایی به نام پیوند هیدروژنی تشکیل میشه و این رو مثل یک ستون استوار نگه میداره، یعنی دیگه نمیذاره این فنره مثلا باز شه یا بیشتر بسته بشه. پس این به یه شکل منظمی در میاد، به این میگیم ساختار دوم پروتئین. پس ساختار اول پروتئین ها بر اساس پیوند پپتیدی به کمک آنزیم RRNA ایجاد شد. ساختار اول ساختار پایداری نیست. مولکول ما به خاطر تمایلش به پیوندهای هیدروژنی میاد و ساختار دوم رو ایجاد میکنه که ساختار دوم ساختار مارپیچ شکل است. درست شد؟ الان این مارپیچ رو همه فهمیدید؟ ستونه این مارپیچ چرا بیشتر نمیشه؟ چرا کمتر نمیشه؟ شما میگید پیوندهای هیدروژنی اینجا چیه؟ نظم ایجاد کرده. همه فهمیدن بچه ها؟ Yeah.
حالا بیایم سراغ شکل کتاب. ببینید این ساختار اوله. ببینیدش؟ من حالا زوم کردم روش. خودش نمیشه ساختار اول. بچه ها اگه دقت کنید اومده پشت صحنه هر آمینو اسید رو حالت سایه مانند از یه آمینو اسید دیگه جدا کرده. این سیاهی که وسط کشیده که گروه قهوه‌ای رنگ یعنی آر بهش وصله. حالا میگم من گوشیو میارم نزدیک، این موبایل نمیتونه زوم کنه، موبایلی که داره باش فیلم برداری میشه. پس خودتون دقت کنید سیاها با برای کربن رنگ سیاه، بعد اون سیاهی که بهش قهوه‌ای وصله نگاه میکنن قهوه‌ای گروه آر هست دیگه، اون بالاش چیه؟ هیدروژنه. بعد نگاه که میکنم این کربن کربوکسیله که بهش دوگانه اکسیژن و این تمام. اینو فعلا اینجا نگه دارید. این طرف هم گروه آمین دارید. خب پیوند پپتیدی تعریفش چی میشد؟ میگفتیم پیوند پپتیدی بین کربن کربوکسیل با نیتروژن آمینه. بیایم از این طرف. میگم این کربن کربوکسیله چون اکسیژن داره، اینم نیتروژن. این خودش با قرمز نشون داده پیوند پپتیدی. این یه آمین است با یه آمین است دی. دوباره بعدی کربونه کی؟ کربوکسیل. نیتروژن آبیه مال گروه آمین. خودش دوباره قرمزش کرده پیوند پپتیدی. بچه پس شما باید عناصر رو بشناسید و پیونده پیوند الان خودش توی این شکل قرمز کرده، توی آزمون سیاه و سفیده. تو باید بتونی پیونده پپتیدی رو تونتون پیدا کنی. خب پس پیوند پپتیدی بین کربن کربوکسیل، خانم منصوری از کجا بفهمم کربن مال کربوکسیله با اون کربن آلفا اشتباه نکنم؟ اولا کربن آلفا آر بهش وصله، ثانیا کربن کربوکسیل چی بهش وصله؟ میگید اکسیژن. درست شد؟ اما ساختار دوم، من مارپیچش رو یادتون دادم، گفتم ساختار اول سریع تغییر شکل پیدا میکنه، مارپیچ میشه ساختار دوم. ببینید بچه ها گفتم اساس شکل گیری ساختار دوم پیونده هیدروژنیه. پیونده هیدروژنی بین آمینو اسیدهایی که چند تا بعد هستن، مثلا میگم آمینو اسید شماره 5 با آمینو اسید شماره 9 پیوند هیدروژنی میده. بچه هر آمینو اسید با 4 تا آمینو اسید بعد از خودش پیوند هیدروژنی میده. این یادتون باشه اگه تو تست بهتون بگه آمینو اسید مجاوره غلط. درست؟ و این باعث شده ساختار مارپیچی ایجاد بشه. اما یه ساختار دیگه هم هست برای ساختار دوم که اصطلاحاً بهش میگن ساختار صفحه‌ای. یعنی چی خان منصوری؟ ببین مگه من بهت نگفتم که گروه های آر متفاوتند؟ خب همین تفاوته باعث میشه که مثلا میگم بچه ها اگه بعضی از آر ها کنار آمینو اسید ها کنار هم قرار بگیرن تمایل دارن مارپیچ بشن، اما بعضی از گروه های آر وقتی کنار هم قرار میگیرن تمایلی به مارپیچ شدن ندارن. اینا یه شکل دیگه پیدا میکنن. ببین الان ساختار اول خطیه. خب این ساختار اول، این رشته بود میره بر میگرده روی خودش، این تا نمیچسبه این تو این حالت. خب دوباره میاد، دوباره چی کار میکنه؟ بر میگرده. دوباره میاد، دوباره چی؟ بر میگرده. ببین مثل یک صفحه شد. اینا انگار توی صفحه قرار دارن. ببین تخت نگهش میدارم. ببینید قشنگ اینه یه چی شو؟ یه صفحه. یعنی مثل اون مارپیچه حالت فنری پیدا نکرد. برای همین اصطلاح هم بهش میگن ساختار چیه؟ صفحه. ولی بچه ها گروه های آر بعد میگه خب خواه منصوری چی اینا رو بی الان من دبلش میکنم میاد پایین دیگه، ولی تو پروتئین اینطوری نیست. اینا قشنگ موازی کناره هم این صفحه. چی اینا رو به هم وصل میکنه این رشته ها رو؟ میگه اون چیزی که اینا رو ثابت نگه میداره که اینا صاف توی خط باشن پیونده هیدروژنیه. درست شد؟ پس ساختار صفحه‌ای همانند ساختار مارپیچ باز اساس شکل گیریش بر اساس پیونده هیدروژنی. بعد نگاه کنید یه اتفاق جالب میفته.
گروه های آر بچه ها دوست دارن نسبت به هم در دورترین حالت ممکن قرار بگیرن. برای همین اینا میان به حالت هفتی هشتی در میان. نگاه کنید دست منو. اینجوری میشن. از این طرف که نگاش میکنی توی یه صف هم، از کنار که نگاش میکنی اینجا آره، اینجا آره، اینجا آره، اینجا آره، یعنی همه آره که توی خطن میان پایین، دره رو تشکیل میدن، یه سری آره میرن بالا قله رو تشکیل میدن، پس این یه صفحه باد بزنی میشه. پس ساختار صفحه‌ای برای که قشنگ‌تر درکش کنید من یه صفحه رو بهتون نشون میدم. پس اولا چرا بهش میگیم صفحه؟ چون این پلی‌پپتیده روی خودش به اینجوری میاد و دوباره روبروی رشته خودش قرار میگیره، دوباره برمیگرده روبروی رشته خودش، عین یه صفحه میشه. بعد همینجور که روبروی هم قرار میگیرن، گروه‌های آر دوست ندارن مجاوره هم باشن، برای همین حالت زیگزاکی ایجاد میشه. اینجوری بهش میگن صفحه چی؟ زیگزاکی. و اساس شکل این ساختار هم چیه؟ میگی پیوند هیدروژنی. بیایم تو شکل کتاب نگاش کنید. ببینید بچه ها این یه رشته است، این قرمز رو اینجا بیاین به این طرف وصل کنید که بدونید این یه رشته است. خب پس این رشته میاد روبروی یه قسمت دیگه از خودش قرار میگیره و این نقطه چینام پیونده چی هن؟ هیدروژنی هن. اون قرمز هم که میبینید پیونده پپتیدی هن، یعنی شما باید بتونید پیونده هیدروژنی و پپتیدی رو تشخیص بدید. خب من یه سری شکل الان تو گروه میفرستم. بچه به این عکسایی که میفرستم خوب دقت کنید. بچه پیوندهای هیدروژنیشو ببینید. من پیوندهای هیدروژنی رو با فلش نشون دادم. این یه سری عکسای خوبه. حالا من دیروز داشتم تو فراز درس دادم، این عکس رو اونجا بچه‌ها اشکال داشتن پرسیدن، جوابشون رو دادم. عکسای خیلی خوبیه. براشون گرفتم و رفع اشکال کردم. بد نیست که شما هم ببینید. این عکسم که میفرستم ساختار صفحه‌ایه. عکسش بهتر از کتابه چون از یه زاویه دیگه داره بتونش بود.
خب بچه ها فهمیدید؟ فهمیدید بچه ها؟ خب بریم سراغ کتاب درسی ببینیم کتاب درسی اینجا چی گفت. چون ما فعلا ساختار اول رو یاد گرفتیم و ساختار دوم، ولی بعضی پروتئین‌ها تا ساختار چهارم پیش میرن. بریم ببینیم کتاب چی گفته. پس این صفحه میخوایم ادامهش رو با هم دیگه بخونیم. سطوح مختلف ساختاری در پروتئین‌ها شکل فضایی پروتئین نوع عمل آن را مشخص میکنن. یکی از راه های پی بردن به شکل پروتئین ها استفاده از پرتو ایکس هست. بچه این خیلی نکته مهمیه. ما یاد گرفتیم که توی کار خانم فرانکلین و آقای ویلکینز با استفاده از پرتو ایکس تونستن شکل مولکول دی ان ای رو در واقع پیدا کنن، بهش پی ببرن و در واقع الان میبینیم که حالا درسته شما از لحاظ علمی بهتون بگم، در واقع خانم فرانکلین با پرتو ایکس پروتئین‌ها رو داشت شکل سبودشون رو مشخص میکرد. بعد پیش خودش گفتش که خب حالا که من میتونم با پرتو ایکس اینقدر قشنگ مثلا پروتئین‌ها رو در واقع شکلشون رو بفهمم، چرا نتونم شکل دی ان ای رو کشف کنم و ببینم دی ان ای چه شکلیه. پس بچه یادتون باشه استفاده از پرتو ایکس برای اینکه شکل سه‌بعدی پروتئین مشخص بشه در مولکولای پروتئین تقدم داشت تا شناسایی دی ان ای. بعد دیدن روش خوبیه تو شناسایی شکل دی ان ای هم ازش استفاده کردن. با استفاده از تصاویر حاصل از آن و روش‌های دیگر. پس از این جمله کتاب می‌فهمید، یعنی توی تستی بهتون بگه که تنها راه پی بردن به شکل پروتئین‌ها استفاده از پرتو ایکس غلطه، روش‌های دیگه‌ای هم هست که محققین میتونن به ساختار سه‌بعدی پروتئین‌ها پی ببرن که در آن حتی جایگاه هر اتم را میتوانند مشخص کنند. اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد میوگلوبین بود. بچه شما به من بگید ببینم میوگلوبین چی ها از ما میوگلوبین میدونید؟ خب حالا سب کنید این پاراگراف رو تموم کنید بعد ازتون تو گروه میپرسم. آیا به یاد میآورید میوگلوبین در بدن چه نقشی دارد؟ این پروتئین از یک رشته پلیپپتید تشکیل شده. ساختار پروتئین ها در چهار سطح بررسی میشود که هر ساختار مبنای تشکیل ساختار بالاتر است. یعنی چی؟ یعنی ساختار اول که ترتیب آمینو اسید هاست به شما داره یاد میده که حالا این میتونه مارپیچ بشه، میتونه صفحه‌ای باشه. مثلا مارپیچ میشه، حالا که مارپیچ میشه شکل گیریش فرق میکنه با اون آمینو از اون پلیپپتیدی که مثلا صفحه‌ای شده و ساختار سومشون هم فرق میکنه، بعد ساختار چهارمشون هم فرق میکنه و همین باعث میشه که پروتئین ها نسبت به هم دیگه متفاوت بشه. صفحه با. ساختار اول پروتئین توالی آمینو اسیدها: 1 نوع، 2 تعداد، 3 ترتیب و 4 تکرار آمینو اسیدها ساختار اول پروتئین ها را تعیین می کند. بسیار جمله مهمه. ساختار اول با چه پیوندی بچه ها ایجاد می شود؟ می گید پپتیدی. با چه آنزیمی؟ RRNA. ساختار اول با ایجاد پیوندهای پپتیدی بین آمینو اسیدها شکل می گیرد و خطی است،
این پیوند در واقع نوعی پیوند اشتراکی یا کووالانسیه. تغییر آمینو اسید در هر جایگاه موجب تغییر در ساختار اول می شود. خب بچه ها اگه ساختار اولش به هم بخوره، مگه نمی گفت هر ساختار پایه‌گذار ساختار بالاترشه؟ پس ساختار دومش هم به هم میخوره، پس ساختار سومش هم به هم میخوره، چهارمش هم همینطور. حالا اگه ساختار نهایی پروتئین عوض شد، عملکردش دیگه مثل قبل نیست، چون اولش می گفت اون چیزی که عمل یه پروتئین رو نشون میده شکل نهاییشه، پس شکل نهاییش عوض میشه. برای همین داره میگه و ممکن است فعالیت آن را تغییر دهد. بچه این ممکنه خیلی مهمه، یعنی میتونم تغییر نده. خانم منصوری چرا بعدا یادت میدم؟ خب پس اگر بگه هر نوع تغییر در توالی آمینو اسیدها در ساختار اول قطعا باعث تغییر عمل کرده پروتئین میشه، غلطه. میگه ممکن است. خب با در نظر گرفتن 29 آمینو اسید و اینکه محدودیتی در توالی آمینو اسیدها در ساختار اول پروتئین وجود نداره، اینم مهمه. یعنی چی؟ یعنی مثلا دوتای اولی رو میذاری متیونین، سومی رو میذاری فنیلالانین، چهارمی رو میذاری گلایسین، حالا یه جای دیگه دوست نداری میذاری متیونین، گلایسین، فنیلالانین. بچه ها با این ستا من میتونم انواع حالت پروتئین بسازم، چه برسه به اینکه ما میدونیم الان چقدره؟ 29 آمینو اسید داریم. پس فوق العاده تنوع پروتئین ها بالاست. پروتئین های حاصل می توانند بسیار متنوع باشند. با توجه به اهمیت توالی آمینو اسید ها در ساختار اول، همه سطوح دیگر ساختاری در پروتئین ها به این ساختار بستگی داره. چون اون جمله می گفتش که هر ساختار مقدمه یه برای ساختار بالاییش. ساختار دوم، الگوهای از پیوندهای هیدروژنی. این ساختار دوم بر اساس پیوند هیدروژنی داره به وجود میاد. بین بخش‌هایی از زنجیره پلی‌پپتید می‌تواند پیوندهای هیدروژنی برقرار شود. این پیوندها منشأ تشکیل ساختار دوم در پروتئین‌ها هستند که به چند صورت دیده می‌شوند. در نمونه معروف آنها ساختار مارپیچ و دو نمونه معروفشون ساختار مارپیچ و صفحه‌ای هست. پس ما گفتیم میگه ساختار دوم بر چه اساسی شکل میگیره؟ میگه بر اساس تمایل آمینو اسیدها به برقراری پیوندهای هیدروژنی. بخش‌های از اونها میل دارن پیوند هیدروژنی تشکیل بدن. باعث میشه چه ساختاری به وجود بیاد؟ میگه مارپیچ و صفحه‌ای. خب حالا خوب دقت کن. این میگی این ساختار اول، این ساختار دوم. ساختار دوم چی بود؟ مارپیچی بود. بچه شاید یه بخشی الان اگه این میتونه فقط مارپیچ بشه، میتونه فقط صفحه‌ای باشه، شاید هم یه بخشیش، ببین هفته هشتیش میکنم، یه بخشیش مارپیچ باشه، یه بخشیش صفحه‌ای. الان این نگاه کن، این پلی‌پپتید این قسمتش دوست داشتن مارپیچ بشن، این قسمتش دوست داشت صفحه‌ای بشه، دوباره این قسمتش دوست داره چی بشه؟ مارپیچ بشه. به اگه اینطوری باشه، یعنی حواست باشه، ممکنه تو تستت بگه یه پلی‌پپتید فقط مارپیچه یا فقط صفحه‌ایه. میگی نه، میتونه یه تیکش مارپیچ بشه، یه تیکش صفحه‌ای بشه، دوباره مارپیچ بشه، دوباره صفحه‌ای بشه. اگه اینطور باشه میگیم نامنظم، چون از هر دو نمونه ساختار تو ساختار خودش داره. خب حالا نگاه کن، اینا میان اینجوری میشن. نگاه به دست من بکنید چه شکلی رو میگه. خواهم منصوری حالت کرویش قرار گرفت. چرا؟ میگیم آها، این گروه های آر بودن که یه خواص شیمیایی میدادن، بعضیاشو آبگریزن، دوست ندارن در وقت درون سلول هستن آب سیتوپلازمشون بخوره، برای همین بچه خم میشن، درون قرار میگیرن و اون آرایی که آب دوستن در سطح قرار میگیرن. حالا این ناپایداره، ببین میتونه باز بشه دیگه، برای همین یه پیوندایی باید اینا رو به هم وصل کنه، اینجوری باید محکمشون کنه که اینا قشنگ روی هم تا بخورن و دیگه باز نشه و حالت کروی بودنش حفظ بشه. بچه پس اون چیزی که باعث شکل گیری ساختار سوم میشه، میگید آبگریز بودن آرها. آرهایی که آبگریزن در درون قرار میگیرن، اونایی که آب دوستن در سطح. برای اینکه اینا محکم بشن
با هیدروژنی و یونی و اشتراکی میتونن محکم بشن. چطوری؟ تو شکل کتاب با هم دیگه میبینید. شکل صفحه قبل رو بیارید بچه ها. ببینید الان این یه رشته است. ببین تو تا تهش که بری ببینی یه رشته پولیپپتید بیشتر نیست. ولی خب نگاه کن، اینجا اومده مارپیچ شده، بعد رفته صفحه‌ای شده، یه تیکه دیگهش دوباره چی شده؟ مارپیچ شده. حالا این میخواسته کنار هم قرار بگیره، خب که ساختار چی به وجود بیاره؟ سوم. پس بچه ها اشکالی که شکل کتابتون داره اینه که این ساختار سوم رو مثلا نشونتون نداده، این پیونده اشتراک یونی رو. بذارید من الان مثلا میتونم با ماژیک روی این بکشم، یه لحظه صبر کنید. ببینید اینجا مثلا و اینجا این با این آره شد، اینجا چی شد؟ پیوند، یه پیوند کووالانسی میشه. اینجا چی میشه؟ پیوند مثلا یونی میشه، پیوند کووالانسی یا هیدروژنی میشه. اینا باعث میشه که این محکم بشه و دیگه مولکولتون باز نشه، شکل کروی پیدا کنه. خب پس اساس شکل گیری ساختار سوم به خاطر آبگریز بودن گروه های آر هست. اما این که تثبیت بشه، یعنی دیگه این کره ثابت بشه، پیوند های یونی و اشتراک هیدروژنی تثبیتش میکنن. این پروتئین ما یه رشته است. بچه ها اگر پروتئین شما یه رشته بود، خب همون موقع که ساختار سومش به وجود اومد میتونه فعالیتش رو شروع کنه. اما بیا سراغ این شکل، بعضی از پروتئین‌ها هستن چند رشتن، یعنی چند تا زیر واحد دارن. این زیر واحد یک ساختار نهایی سومه، زیر واحد دو هم سومه، زیر واحد سه و چار هم هر کدوم سومن. پس بچه همه پولیپپتیدها به تنهایی ساختار نهاییشون سومه، ولی بعضی ها هستن تا این چند تا زیر واحد کنار هم نیاد پروتئین فعالیتش شروع نمی کنه. برای همین به این ساختار نهایی که از کنار هم قرار گرفتن چند زیر واحد کنار هم به وجود میاد میگم ساختار چهارم. مثلا بیایم صفحه بعد. اینجا شما یه پروتئین رو میبینید که سال دهم باش آشنا شدید، هموگلوبین. بچه هموگلوبین میبینید که از چهار زیر واحد تشکیل شده، هر زیر واحدش یه زنجیره داره. دو تا از زنجیرها از یک نوع هستن، زنجیره آلفا براتون نوشته تو قطرن، دو تاشون بتا. خب زنجیره بتا به تنهایی ساختار سومه، زنجیره آلفا هم همینطور. بعد چهار تا از اینا میان کنار هم تازه میشه پروتئین هموگلوبین که چهار گروه هم، اتم آهن که این آهنه به صورت یونه و بعد میتونه با اکسیژن چی بشه؟ ترکیب بشه. پس نتیجه گیری که میکنیم اینه، ساختار یه پروتئین یا ساختار نهاییش یا سوم یا چهارم. اگه تو بدونی بلد باشی اون پروتئینت از یه رشته تشکیل شده، میگه ساختار نهایی سومه. عین میوگلوبین، میوگلوبین یه رشته بود پس ساختار نهاییش سومه. اما تو هموگلوبین رو میشناسی، یه پروتئینی که چهار رشته پلی‌پپتید داره پس ساختار نهاییش میشه چهارم. میخونم از روش. در ساختار سوم تا خوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ ها رخ میدهند و پروتئین ها به شکل کروی در میآیند. تشکیل این ساختار بر چه اساسی است؟ بر اثر برهم کنش آب گریز است، به این صورت که گروه های آر آمینو اسید هایی که آر آب گریزن به یکدیگر نزدیک میشوند، میان داخل کره بچه ها تا در معرض آب نباشند. سپس این تثبیتشه بچه ها، با تشکیل پیوند های دیگری مثل یک هیدروژنی، دو اشتراکی و سه یونی ساختار پروتئین تثبیت می شود. دو تا جمله مهم میگه، شکل گیریش بر اساس چیه؟ میگه بر هم کنش آبگریز. تثبیتش چیه؟ سه مورد، هیدروژنی، یونی، اشتراکی. مجموعه این نیروها قسمت های مختلف پروتئین را به هم پیچیده و در کنار هم نگه می دارد.
شکل روبرو. بنابراین با وجود این نیروها پروتئین ها دارای ساختار سوم ثبات نسبی داره، یعنی اینجوری نیست که راحت باز بشه. ایجاد تغییر در پروتئین، حتی تغییر در یک آمینو اسید، میتواند ساختار و عملکرد آن را به شدت تغییر دهد. میوگلوبین که یه رشته بود نمونه ای از پروتئین ها با ساختار سوم است. ساختار چهارم آرایش زیرواحد ها، یعنی زیرواحد ها بیان کنار هم. بعضی پروتئین ها ساختار چهارم دارن. کیا؟ اونایی که بیشتر از یه رشته دارن، یعنی دو یا چند رشته دارن. این ساختار هنگامی شکل میگیرد که دو یا چند زنجیره پلی‌پپتید در کنار یکدیگر پروتئین را تشکیل دهد. در این ساختار هر یک از زنجیره ها نقش کلیدی در شکل گیری پروتئین دارد. نحوه آرایش این زیرواحدها در کنار هم ساختار چهارم پروتئین نامیده می شود. هموگلوبین از چهار زنجیره پلی‌پپتید تشکیل شده. دو زنجیره از نوع آلفا، دو زنجیره از نوع بتا. هر نوع زنجیره ترتیب خاصی از آمینو اسیدها را در ساختار اول دارد و در ساختار دوم به شکل مارپیچ در میان. پس بچه ها اگه ازتون پرسید ساختار دوم زنجیره آلفا چیه، میگید مارپیچ. ساختار دوم بتا چیه، میگی مارپیچ، چون خود کتاب داره عنوان میکنه. ساختار سومش هم تا میخورند و کروی میشن. در نهایت در ساختار چهارم این چهار زیرواحد کنار هم قرار گرفته و هموگلوبین رو تشکیل میدن. خب حالا من سوالی که از شما دارم اینه و برای من بفرستید، حالا تایم کلاس هم میدونم تموم شده، هر کی هر چی میدونه بفرسته، که میوگلوبین چی بود و چه وظیفه‌ای بود. ببین یه چیزیشو الان یاد گرفتی که یک رشته پلی‌پپتیده، ساختار نهایی سومه. میخوایم خیلی قشنگ هر چی راجع به هموگلوبین و هر چی راجع به میوگلوبین میدونیم کنار هم بذاریم، چون اینا رو بچه برای ما تو تست به شکل مقایسه ای میخوام. خسته نباشید. بچه ببینید اگه اشکال دارید من هستم، بگید تا اشکالاتتون رو رفع کنم. اشکال ندارید بچه ها. بچه تا پایان گفتار دو این درس امروزم تو امتحانتون هست دا بدونید، به اضافه اینکه شروع کنید تستاتون رو بزنید. چرا تست نمیزنید؟ رفع اشکال از تست نمیپرسید اصلا. یه گروه رفع اشکال داشتیم دیگه، بهتون گفته بودم گروه رفع اشکال بزنید. اشکالات اگر اشکال دارید بچه ها بپرسید، اگر نه که من دارم منتظرم همین. کسی اشکال نداره؟ پس هر چی راجع به میوگلوبین میدونید بنویسید. خب بعد من چک میکنم جوابا رو، همم شرکت کنید.